تصویر، صدا، دوربین، حرکت، بریم. بریم. یه لحظه کارون، تو روی استریو یا مونو روی چیزت؟ مونو. مونو. اوکی. روجی شما داری ضبط می‌کنی احیانا یا ضبط نمی‌کنی؟ اوکی. ضبط کنم؟ نه نه نه. میتونم بکنم. نه نه اوکی اوکی. دوم اینو. فرزاد شما اوکی؟ من ضبط. ارسلان جان شما اوکی؟ ارسلان تو فکر کوبیده است. عالیشه. منم تو فکر اون کوبیدم. خب ما چیزه الان داشتیم در مورد صحبت میکردیم که غذا چی دارن و اینا. ارسلان جان مثل اینکه کباب دارن بعد از اپیزود و قراره کباب بزنن. منو فقط اشاره کنیم چه کبابی. دیگه نگیم. بذار آدما با ذهن خودشون برداشت کنن که کباب چیه. بذار هر کسی که اون کبابی که دوست داره رو در نظر بگیره. منو فراد الان دو روزه من روز سومه داریم چیز انجام میدیم، نه البته روز چهارم همه امروز که داریم اینترمیتنت فاستینگ انجام میدیم. میزیم مثل همون روزه است که شما 16 ساعت در روز غذا نمیخورید، تمام اون پورشن غذایی تو 8 ساعت میخورید. من از 8 دیشب چیزی نخوردم تا مثلا یه نیم ساعت گذشته که نه نیم ساعت نه یه ده دقیقه گذشته 4 تا دونه پسته خوردم. پا از ساعت 12 ما این روزه رو میشکندم. من اصلا 1:10 است. خلاصه خواستم در جریان باشید. همه الان اینجا گرسنن. به غیر از کارون و من میدونستم این کارو با شما نمیکردم. نه نه ما خودمون این کارو خودمون و کارون قبل از اپیزود صبح، چون ما صبح هم یه اپیزود ضبط کردیم، صبحونه رو خوردن راحت. بین یعنی از اون اپیزود تا اینجا غذا آوردن و غذاشون هم خوردن و الان نشستن اینجا. آیا درسته؟ غذا که نبود، اون داد پیش غذا بود که بیهوش نشم سر اپیزود. یه رنج اون... خیلی بازی داریم از نخورده تا سیر سیر. آره. اون 8 ساعته باید پشت هم باشه یا مثلا 2 تا 4 ساعته جدا میتونه باشه؟ نه 8 ساعته پشت هم، 16 ساعت پشت هم نباید. یعنی تو از 12 تا 8 شب میتونی غذا بخوری بعد دیگه هیچی نمیخوری؟ آره. تو 16 ساعته باید. خیلی زندگی ناراحت کننده ایه. اتفاقا زیاد سخت نیست واقعیت. یعنی حالا من صبح کافی میتونی بخوری و این خیلی کمک میکنه. یعنی من کافی صبح که میخورم اصلا یه روحی در من تنیده میشه صبح. ولی خب به هر حال سختی خودش داره. 3-4 روز اوله ولی بعدش آدم عادت میکنه دیگه، مثل هر چیز دیگه. اینجایی هم آخه یه اصطلاح دارم، ببخشید، میگن که هر موقع که اول صبح یکی حالا اونقدر خوش اخلاق نیست میگن کافی تو خوردی، به خاطر همون افکتیه که الان ایمان گفت. فکر کنم آخه نه ببین، من معمولا مثلا صبح آدم بلند میشه به امید صبحونه دیگه. الان بلند شدم تخم مرغ بزنم، چه میدونم نونی پنیری چی، یه نونی بخورم. الان صبح بلند میشین چون که خب من که تا ظهر هیچی نمیتونم سقف بزنم. یعنی همینطوری صبح مونبوک بعد بشینی تا ساعت 12 بشه. بچه منطقیه، مغزت کار میکنه تو اون بازه. 5 شایی نشستیم داریم صحبت میکنیم بدون اینکه از ارسلان حرفی زده باشیم، ولی حالا بیشتر ما حرفا ما همون اول زدم بابت اون کبابی که گفتین، بر همین این بحثا پیش اومده. این بحثا کارو میخوای خیلی ملو معرفی کنی برای کسایی که دارن پیش اپیزودو میشنون، بعدا که تو اپیزودم معرفی میکنی. آره حتما. این حالا اپیزودی که الان با ارسلان داریم در واقع ادامه اپیزودیه که برای کمپین، اسم کمپین چی بود؟ شنوا. آره برای کمپین شنوا که در واقع توی بازه 10 روزه اگه اشتباه نکنم یه سری پادکست فارسی توی در واقع موضوع برای ناشنوایان قراره، ببخشید نابینایان قراره تولید بشه که ما هم تصمیم گرفتیم تو شرکت کنیم. یه اپیزود داشتیم با یه سری نابینا، عزیزان نابینا توی ایران و خارج از کشور. این الان اپیزود ادامه اون اپیزود میتونه باشه که تصویریه، اپیزود قبلی تصویری نبود. ارسلان رو داریم که از شنوندهای قدیمی پادکست ما، مفتخریم که ایشون این قسمت با ما هست. ارسلان داستان جالبی داره، ما دقیقا به خاطر داستانی که ایشون داره و تجربیاتی که داشتن تصمیم گرفتیم حتما باشون صحبت کنیم، تجربهشون رو در اختیار ما بذارن. حالا توی اپیزود بیشتر راجبش صحبت میکنیم، ولی
از خودشون حالا میخواییم که بیشتر توضیح بدن توی اپیزود. الان من فقط یه توضیح کوتاه بدم که یه در واقع قرار شد بگی مریضی، درسته بچه ها صحبت کردیم؟ یا اختلال بود؟ یه بیماری دیسوردر شد ولی نهایت اختلال. آره یه اختلال هست به اسم RP، درسته؟ که یه اختلال ژنتیکیه که در واقع بینایی از یه سنی ممکنه شروع بکنه به کم شدن، سرعت‌های مختلف داره و تا نابینایی کامل برسه و ارسلان این اختلال ژنتیکی رو داره. امروز قراره برامون توضیح بده که داستان چیه، چه چالنجایی داره، چه تجربی داشته و این داستانا. ولی من فکرم هنوز روی کبابه که نه من چیز دیگه فکرم رو درگیر کرده، اون آفتابیه که پیداست تو پشت سر ارسلان و حالا که ما نداریم. نگید صبح هم اینجا آفتاب بود دیگه، به آفتاب قبطه نخوریم، شب گرما ولی به آفتاب دیگه بیاین قبطه نخوریم. ایمان صدات یه ذره ضعیف شد. صدای ما ضعیفه؟ نه خوب الان یه ذره ضعیف شده قبلش. ما ساعت همون یکیه ولی آفتاب شما هم بد داشته باشین. چه معمول ابریه منظورش عبریه. الان ابری شده ولی خب صبح آفتاب. تازه امروز خوبه. آره تازه روزای پیش که بارون و ابر عجیبی بود. با زاویه‌ای که به ما میتابه فرق داره با زاویه شما. اونم آمریکای جهانخوار. اونم از شما گرفتیم ها. آقا راستی کارو اینو می‌خواستم بهت بگم، حالا ما که این فصل گذشته تموم شد چه اتفاقایی افتاد تو آمریکا و نتونستیم اینا رو کاور کنیم خوب. متاسفم واقعا اتفاقات ارسلان آزادی بیان کجا رفته؟ واقعا فامو چمپو بند کردن. فرزاد من میتونم بپرسم چرا تو کامپیوتر تو عوض کردی؟ نه من الان دوباره دیدم فقط یه فورهد دارم میبینم و یه چونه، یعنی فقط اون واژه پیشونی چونه رو دوباره دارم میبینم. می‌خواستم اون جوشی که در آورد از فورهدش نبود، اگر نه مثلا اونو باید بزرگ. این به خاطر چیز بود دیگه، می‌خواستیم اپیزود قبل رو ضبط کنیم، نمیتونستم رو مک قدیمی بود، ولی خب دیگه الانم یادم رفت سویچ کنم. عالی شد. نه مهم نیست. ارسلان جان شما اگر که میخوای سلامی کنی، این از این حرفای رادیویی ها، اگر که میخوای سلامی از کنی خدمت شنوندگان ما در خدمت ما هستیم. من سلام بعد بکنم آره الان ما هم سلام نکردیم. خب سلام به همگی. بله سلام به همگی دوستان و شنونده هاتون. حالا امیدوارم این حرفایی که قرار بزنم به درد همه بخوره. حالا به قول شما میریم جلو رو ضبط اصلی. اون که دراش شکی نیست به نظر من، 100% به در واقع به درد همه میخوره و همه ازش کلی چیز یاد میگیرن. الان وضعیت آمریکا چطوره؟ شما وضعیت رو چجوری میبینید؟ خیلی خبرنگاری دارم صحبت میکنم. خیلی بد شد. دقیقاً همونقدر میدونم که شما هم میدونین. الان نخست یعنی رئیس جمهورمون تمام سوشال میدیاشو بستن برامون، یعنی پرمیننتلی نه میتونه روی شما کمک کنی. توییتر باشه، توییتر و فیسبوک و اینستاگرام همه بستن؟ رو بستن. مونده بودم اینستاگرام میبندن یا نه. ایوه خب نه همه رو بستن. بعد حالا همون داستانای همیشه، خیلی من قسمت سیاسیشو باید جوکاشو میخونم و همه اخبار خورده ریزی که میاد. آزادی بیان چی شد واقعا؟ چرا صدای آقامو ترامپو گرفتن ازش؟ من اگه بخوام افکار ایشون رو دنبال کنم، من کجا میتونم الان این کار انجام بدم؟ تماس بگیرم. مثل تیک تاکش جدید شما میبینین، یه پیج جدید قراره جوکا رو دیدین که یه پیج جدید زده با سیبیل اومده؟ نه چهره رو عوض کرده با اسم جدید. حالا می‌بینید اونا رو. من یه میم دیدم در واقع گیفت بود که رفته تیک تاک اونجا داره میرخصه. بعید نیست. بکنم بیا تلگرام. آخه اسنپچتش هم بستن. مگه اسنپچت داشت؟ مگه داشت؟ مگه مال بچه ها نیست اسنپچت؟ بکنم ایشون خروجی نداشته، ورودی داشتن. چجور؟ یعنی فقط براشون میفرستادن. بله. آره. خیلی ناراحتم. بعد دیگه لیت نایت شو هم بیمزه میشه این بره. نمیدونم
چرا؟ یعنی حداقل توییت میکرد لیت نایت شو مثلا به توییت این یه گیری چیزی میداد، هیچی نیست. نوش میاد، همیشه تاریخ ثابت کرده نوش میاد، یه جدیدش میاد بهتر از قبلی، یه ورژن جدید. هیچ کجا دونالدو نمیگیره. حالا امیدوارم که حالا بی من همچنان بتونم صدای ایشونو بشنوم. دیگه چه خبر؟ همه چی خوب و خوش و خرم به غیر از مشکلاتی که در آمریکا وجود داره و جهان؟ اونجا آفتابیه همیشه اینجوری ارسلان؟ بله بله، معمولا ما این هفته رو فارنهایت من بلدم بگم، الان 72 درجه هست، تبدیل کنیم یعنی چه همیشه 20 خورده میشه، 20 خورده. هفته دیگه پنجشنبه قرار بشه 81 درجه. آقا 25-6 مثلا نگرانتونم، 80 میره تقریبا روی آره 27-8 آره دیگه 27 آره. هم خوبه هم بده، آدم ما عادت داریم برف ببینیم اسکی بریم، این داستانه هست، ولی امسال خیلی این طرف خبری نیست. بعد سفر کرد که پروازا هم نمیشه الان رفت. ای بابا میتونستیم وگرنه بیام خدمت شما، هم بر هیچ جوری نمیشه بابت اون مریضی که میدونم شما اسمش نمیبرین نمیشه هیچ جایی رفت. وگرنه میمدیم سمت شما برسی، یا میشد رفت ممت، اینجا یه البته درایو اگه بخواییم بکنیم 8 ساعت رانندگی داریم که اونم نمیشه. از یک تنه پیست اسکی بود؟ نه نه، نزدیکترین بیگ بر اسمش تقریبا 2 ساعت رانندگیه. 2 ساعت. خوبی اصلا اینه که شنونده خودکسته و با اون شوخی ها و مسخره بازی هایی که ما انجام میدیم آشناس تا یه حد، و برای همین خود ما رو میشناسه. یعنی اگه کس دیگه بود الان بچه ها همه سربازی اینطوری نشسته بودن لواش اصلا دیگه تکون نمیخورد. الان ما میتونیم بگیم و بخندیم و واقعا من خیلی خوشحالم که یکی تونستیم با یکی از شنونده های خودکست هم صحبت بکنیم. یعنی همیشه این یه آرزویی بود که به نظر من الان برآورده شد. نه مرسی از برنامه خوبتون که بسیار آموزنده و عالی. بچه شما صدای ایمان رو بعد میشنم یعنی ضعیف میشنوید یا فقط منم؟ یه بمی خاصی توش صداشون خوبه خودش. نه نه این ستینگ همیشه یه میکروفونش نیست یا هیچ تغییری ندادم فرق میکنه نمیدونم. ارسلان ایالت واشنگتن هم رفته بودی قبلا اسکی؟ ببخشید آره اسکی نه چون یه شهری من رفتم اونجوری که شنیدم 2 ساعت با سیاتل فاصله داشت، میگفتن واسه اسکی خیلی خوبه اونا. میدونین اسم شهر رو؟ فکر میکنم لیونورث بود. نه نه رفتم اینجا اگه شبه نکنم، یعنی جایی که از کالیفرنیا زیاد میرن همون ممته که 5 ساعت رانندگی داره. خجالت بکشید بچه میخندی. یوتا هم زیاد میرن. از شما عوض میخوام تقصیر فراده به خدا. آره تقصیر تقصیر من. هر زیر پیرانی پوشیدی؟ همینه میخواستم با زیر پوش نشسته با برای همین کسته کج انگار که واقعا زیر یه قلیون هم برده بیار اینجا استفاده کن اینجوری که تنه شد. نه اوه تیشرت خوشکست رو سعی میخواستم بچه بریم سر بحثمون چون اونم بریم بریم. طولانی میشه و ارسلان رو اذیتش نکنیم. فقط یه چیزی فرض تو آماده کردی راجع به مریضی اختلال توضیح بدی؟ آره آره یه کوتاهی داره. اوکی خوبه برو ایمان. خب ما همونطوری که توضیح دادیم امروز آهنگو نمیزنی؟ آهنگو بزنی؟ آره دیگه چی بابا این اپیزود صفر بشین صفر بشین. سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی، من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه، در کنار من کارون جریان داره. سلام. فرهاد و فرزاد و روجین هم با ما هن. سلام سلام.
سلام. و یه مهمون خیلی ویژه داریم به نام ارسلان. سلام. ارسلان یکی از شنونده های خودکسته و ما تصمیم گرفتیم در پی اون کمپین شنوا که قرار بود چند تا اپیزود در چند تا که نه یه اپیزود ویژه بریم با ارسلان هم صحبت بکنیم در مورد یه اختلال به نام پی آر که حالا بیشتر توی اپیزود درمش توضیح آر پی که توی اپیزودم بیشتر در موردش توضیح میدیم. ولی قبلش بگم که این اپیزود اصلا نمیدونم اپیزود چنده، اصلا عدد نداره دیگه، اپیزود ویژه، اپیزود ویژه اصلا بونس اپیزود باید بگیم، اپیزود کاملا ویژه. و اینکه ما قرار بود که توی تعطیلات هم باشیم ولی یهوی میخوایم یه اپیزود بدیم همه رو دگرگون کنیم. یهو قبوله کارون؟ دگرگون کن. آره بله. جونم براتون بگه که ارسلان شما میخوای خودتو معرفی بکنی خیلی کوتاه و ما ببینیم که بله. من اول سلام میکنم به همگی، ارسلان هستم. قراره که طلب من از شنونده های این برنامه بودم طبقه یه پیامی که پیام درست میگم یا یه استوری گذاشته بودیم، یه استوری بود که خواسته بودن اگه کسی مشکلی داره یا با آشنایی با یکی از بیماری های چشمی بینایی داره، که من جواب دادم که میتونم تا یه حدی کمک کنم. حالا در خدمتون هستم، خواستم بدونم ببینم میتونم اتفاقایی که تا حالا داشتم و قراره برام بیاد چرا میتونم از اینا برای شما بگم که به دردتون بخوره. من میخوام حالا خیلی خلاصه این در واقع اختلالاتی که درآوردم از روی اینترنت رو یه توضیح بدم. و وقتی که رسیدیم به در واقع آرپی دیگه ارسلان میکروفون رو دست بگیره و پیش بره. آره من خودم دوست داشتم که همین به صورت خلاصه خیلی اینا رو صحبت کنم وقتی قرار شد این اپیزود رو بریم. و اول کارم میخوام عذرخواهی کنم اگه چیزی رو جا میندازم یا ناخواسته اطلاعات غلطی میدم، عذرخواهی میکنم. ولی به طور کلی میتونیم این کاهش بینایی رو به صورت یک برای تعریف کردنش یه طیف رو مجسم کنیم تو ذهنمون، که یک سر طیف بینایی هست که خب ما تجربه داریم میبینیم و برای ما مشخصه. اون سر طیف هم مقابلش نابینایی کامل قرار میگیره که فرد هیچ چیزی رو نمیتونه ببینه، هیچ نوری رو نمیتونه ببینه. و بین و این بین تو وسط این طیف کم بینایی رو داریم. و حالا اصطلاحا ما به افرادی که کم بینا هستن شاید بگیم چشمشون ضعیفه و شاید مثلا نزدیک بین هستن، دوربین هستن، استیگماتیزم هستن یا پیری چشم دارن، که مجموعا به اینا میگن ناسازبینی. حالا زیاد وارد این مسائل کمبینی نمیخوایم بشیم. نمیدونم ارسلان هم تصویر ارسلان. آره. چیزی که جالب بود برام روی آخرین آماری که از سازمان بهداشت جهانی خوندم در مورد افرادی که حالا اختلالات بینایی دارن، یعنی همون افرادی که کم بینا تا اون افرادی که نابینایی کامل هستن، یه چیز حدود 285 میلیون نفر تو دنیا این جمعیت تشکیل میدن که از اون تعداد نزدیک 40 میلیون نفرشون نابینای کامل هستن. و این خب یه پرسپکتیوی به ما میده در مورد این جمعیت و تعدادشون تو کل دنیا. و حالا به صورت اگه بخوام روی چیز فوکس کنم، روی نابینای کامل و در واقع اتفاقاتی که میتونه یه شخص نابینای کامل باشه، این هست که خب یه سری اتفاقات توی دوران جنینی، حالا اگه بخوام اسمش بزنم، میفته. برای مثلا اگه تو 3 ماه اول که یک مادر بار داره بیماری سرخچه بگیره به خاطر حالا اون کامپلیکیشن هایی که هست، امکان داره که
اون بچه اون جنین نابینا بشه، یا مثلا اگر اکسیژن کافی به جنین نرسه باعث نابینایی یا مسائل دیگه میشه. مورد بعدی خب تصادفات هست، خیلی امکان هست که افراد دیدشون از دست بدن به خاطر تصادفات. مورد بعد عفونت‌های مختلفه، عفونت‌های چشمی که میتونه باعث در واقع از بین رفتن دید بشه. مورد بعدی که روی همون آمارها گفته بودن خیلی در واقع بیشتر افراد به این دلیل بیشتر نابینا میشن، بیماری هست به نام گلاکوما، یا تو فکر میکنم تو فارسی میگن گلوکوم، که در واقع به دلیل اینه که فشار توی چشم به قدری بالا میره که اون عصب بینایی یا آپتیک نرو اونو تخریب میکنه، اون نرو. و خب میدونیم که اون عصب وظیفش اینه که اطلاعات تصویری که از چشم میگیره رو برسونه به مغز برای اینکه پروسس بشه. و خب تحقیقات نشون داده که اگر این گلوکوم رسیدگی بهش نشه، دارو و عمل انجام نگیره روش، میتونه و خیلی بدتر بشه حالتش، به نابینایی میانجامه. مورد بعدی که هست آب مرواریده، یا حالا تخصصیش کدرک هست، که در واقع یه حالت عدسی چشم یا لنز چشم کدر میشه، دید ابری بهش میگن، و اینم خیلی گفته شده اگر بهش رسیدگی نشه دوره میتونه مسئله ساز بشه. موردهای دیگه که حالا یه دیجنریشن که ربط به سن داره، دیابت و همین رتینایتیس پیگمنتوزا هست، که در واقع یه مسئله ژنتیکیه که ارسلان ببخشید گفتیم کاندیشن یا نه اختلال گفتیم، اختلال که ارسلان اینجاست و میخواد در مورد همین RP بیشتر برام توضیح بده و تجربه شخصی خودش رو با ما در میون بذاره. فرض یه چیزی من بگم، توی ایران هم متاسفانه اتفاق زیاد میافتاد که الکل به جای الکل خوراکی، الکل صنعتی که مصرف میشد اونم نابینا میکرد. اون میدونید تو کدوم یکی از این کاتگوری هست یا نه؟ ببین من وقتی آمار رو میخونم کلن یک کاتگوری داشت، فکر میکنم تصادفات دیگه، مثلا 12% نوشته بود غیره، حالا آدر، و شاید حالا تو تصادفات بره یا تو اون قسمت بره دیگه، قاعدتا یکی از ایناست. شاید تصادفات نه، ولی خب تصادف چون کنترل خودت شاید نباشه، ولی آره فکر کنم بریم دیگه با ارسلان صحبت کنیم. ارسلان جان شما حالا توضیح که راجع به بیماری هر جور که دوست داشتی بگو. اون مثالی هم که برای ما زدی گفتی برای تو جمع دوستا معمولا تعریف میکنی، اونم لطفا بگو که هر کی که میشنوه آشنا بشه که چه شرایطی هست که دستتون رو بر. آره من هم اینا رو حالا تا اونجای یادم مونده باشه میگم، اگه چیزی هم باشه شما یادآوری کنین، کمک کنین که بقیه رو بیاد. خب من اول بگم که RP همون رتینا پیگمنتوزا تو حالا میشه جزو گروه ژنتیک میشه، یعنی بیماری از طریق وراثت منتقل میشه که معمولا روی درصدش در آقایون بیشتره، و اینم بگم که میدونم از طریق ژن مادر منتقل میشه، ولی روی نمیدونم چجوری میشه گفت، روی آقایون، روی مردها بیشتر خودشو نشون میده. حالا به این توی زبان ساده تر عامیانه میگن شب کوری یا دید تونل ویژن، یعنی که یا لوله تفنگی، یعنی زاویه دیدتون بسته میشه یواش یواش، یعنی از حالا مدلای مختلف داره. این ایراد مال شبکیه چشه که سلولای شبکیه چشم تخریب میشن و نمیتونن اون نور و تصویری که میگیرن از عدسی برسونن به اون اعصابی که به مغز میره. بعد حالا جوری بوده حالا روی چشم من این قضیه از اطراف شبکیه شروع شده. سالای اول که فهمیدم دیدم که، یعنی که تو عکس نشون میداد که یه حاله سیاه تشکیل شده دوره اون شبکیه چشم من، که حالا یواش یواش به مرور زمان اون
حال تیپ بزرگتر شد به سمت مرکز اون دایره شبکیه. خدمت مرسونم، حالا هرچی میگذره اون تخریب بیشتر میشه، زاویه دید کمتر میشه، اطرافتون شما نمیتونیم ببینید. حالا مال من جوریه که رو هر دو تا چشمم به صورت قرینه، مرسی، به صورت قرینه داره جلو میره. ولی مال بعضی ها ممکنه یه چشم بیشتر باشه، یه چشم اصلا سالم بمونه، چیزهای مختلف داره. مال بعضی ها از سنتر شروع میشه، مرکز اون شبکیه شروع میشه، فکر میکنم یه خوره مال اونا سخت داره، بعد یواش یواش به اطراف میره. باز من تا وقتی که دید مرکز چشم و یعنی شبکیه رو دارم، کارهای روزمره رو تا حد زیادی میتونم انجام بدم. ولی خب حالا باز میگم چه مشکلهای پیش میاد. نمیدونم میتونم بگم براتون که چی شد که فهمیدم که این قضیه اساسش رو بخواییم. اول اطرافیام، من همسرم شیما فکر میکنم نفر اولی بودش که فکر میکرد که من یه مشکلی دارم. مثلا داریم تلویزیون نگاه میکنیم، سعی میکرد یه چیزی رو بده به من، من نمیدیدم که بگیرم، چون از کنار میخواست مثلا دستش رو دراز میکرد چون ساید آمد نبینم. یا مثلا توی مهمونی هایی میرفتیم، یکی میمد با من دست بده، شیما میدید که من توجه نمی کنم یا مثلا رد میشم. یه خوره برای دوروبری ها عجیب شده که ارسلان چرا اینجوری شده، چرا حواسش نیست مثلا، یا اینکه مشکلی داره با ما، نمیدونم چیزی شده. خلاصه دفعه بعدی که من پیش دکتر رفتم، به دکتر چشم، من میخواستم برم چشمم لیزیک کنم چون ضعیف شده بود، خواستم لیزیک کنم که عینک رو بذارم کنار. به دکترم همه کارا رو کرد و تستا رو انجام داد، دکترم نمیدونست. در آخر گفتم راستی های دکتر، خواستم یه مشورتی با شما بکنم، من فکر میکنم یه مشکلی دارم. حالا تو رانندگی اخیراً ماشین که کنارم هست فکر میکنم نمیبینمش، یا خیلی بد برگردم نگاه کنم ببینم چیزی بغلم و اینا. خلاصه چک کرد و بعد شما شبکه چشامو دید، گفت من باید یه آزمایش برات بنویسم به اسم میدان بینایی. اینو تو ایران بودش این قضیه، یه دستگاهیه که میرین شروع از یه نقطه یه پرده رو نگاه میکنین، شروع میشه هی یه کلیکای نور اطراف اینجا هی جرقه میزنه، شما با هر کدوم یه کلیکی میزنین رو میفهمین که چقدر شما دیدتون چه زاویه و باز رو میتونه ببینه. و اینکه بعد از اون شد که فهمیدم که چه داستانی هست، دیگه پیش متخصص شبکیه. و اینکه فهمیدیم که راه علاجی نداره هنوز، خیلی ها دارن روش کار میکنن، روش های مختلفه، بعضی ها سعی میکنن که یه دستگاه دیوایسی بسازن که توی مغز قرار بدن که بتونه کار شبکیه رو انجام بده، بعضی دارن از طریق اون سلول های بنیادی پیش میرن. که حالا من دو سه تا از اینا رو، ترایل ها رو امتحان کردم ولی نتونستم واردش بشم، ولی به دلایل مختلف. یه جای دیگه هم امتحان کردم، یه دوربینی بود، یه عینک خاصی ساختن برای کسایی که خیلی دید ضعیفی دارن، مثلا تلویزیون نمیتونن ببینن یا کتاب نمیتونن بخونن، اون عینکی که میزنن بغلش کامرا داره، دوربین داره، میتونن از طریق اون تصویر رو خیلی نزدیک جلو چشمتون میاره و بزرگ میکنه، که باز اونم به حالا دید خود من بهتر از اون بود، یعنی به کار من نمیخواد. حالا این یه خلاصه ای بود. حالا باز اگه سوالی دارین تا اینجاش به من بگین تا بقیه تجربه هم بهتون بگم. من حالا بگو. میخواستم ببینم که شبکوری با دید لوله تفنگی گفتین، اینا یه چیز یکسان هستن یا دو تا مورد متفاوت هستن؟ یکسانن. حالا شبکوری این بیماری باعث میشه که تو نور کم شما خیلی دیدتون ضعیف بشه، چون اون مقدار نوری که به شبکیه میرسه خب خیلی کمتر میشه و در تاریکی تقریبا میشه صفر. برای مثلا من شب رانندگی نمیتونم بکنم،
چون نور که کم میشه اون چیزایی کمی هم که در حالت عادی تو روز روشن میبینم و دیگه میگیره ازم. از ما چیزی که یاد گرفتیم اینه که در اثر نوری که از اجسام میرسه به چشممون میتونیم یه چیزی رو ببینیم. بعد وقتی نور کم باشه خب به طبع نور کمتری از اون جسم منعکس میشه به چشم ما. بر همین فکر میکنم این دلیلشه که در تاریکی و شب تقریبا دید به صفر میرسه. حالا مال من هنوز یه مقداری هست. حالا یه مثلا من معمولا بیرون میرم با خودم یه دونه چراغ و همراهم هست. اگه شب جایی میریم مثلا میدونم داریم میریم به جایی ممکنه تاریک باشه، جایی که نمیشناسم، خیلی خوبه که آدم معمولا جایی که من قبلا بودم و اونجا راحت ترم، چون همه چیو میدونم جاهاش کجاست چی هست حتی وقتی تاریک باشه. ولی جای جدید معمولا لازم دارم که یه نوری همراه باشه که حالا خدا رو شکر موبایل ها الان همه یه دونه فلش لایت دارن، یه چراغ قوه‌ای روشونه آدم میتونه استفاده کنه، یا یه چیزای به انواع اقسام چراغ قوه رو داره کلکسیون داره در این کار. ممنون، خواهش می‌کنم. حالا جالب روجین اینو پرسید، من خودم حالا زیاد شنیده بودم میگفتن آدم ها شب کورن، ولی نمیدونستم این دقیقا همین اختلالیه که شما فرمودین. الان خیلی ها نگران میشن، من فکر میکنم یه چیزای دیگه‌ای هم دخیل باشه، چون خیلی ها مثلا شب میگن ما رانندگی برامون سخته. 100% نمیشه گفت کسی که شب سخت میبینه این بیماری رو داره. اون یه چیز جدا خواهد بود فکر میکنم، ولی کسی که این بیماری رو داره دیدش همون حالا تونل ویژن میشه، یا اینکه و شب کوری، این دوتا با هم همه میاد پکیج مثل این که میدن به رابطه از این ور به اون وره. آره. یعنی دیده حالا لوله توفنگی داشته باشی قطعا شب کوری، ولی لزومن هر شب کوری این... حالا شاید اسم اونو نباید بزنیم مثلا شب کوری، اون کسی که سخت تو شب میبینه. یعنی الان میخوام بگم خیلی ها نگران میشن این حرف رو میشنم، ولی اون نیست. خب بگید پس از تجربیاتتون، بگید از اون موقع که فهمیدید روند بیماری چجوری، اختلال چجوری بوده، رشدش در واقع. ببینین اختلال وقتی که من فهمیدم خب خیلی اذیتم نمیکرد، همچنان تو ایران من رانندگی میکردم، سر کارم میرفتم، هیچ مشکلی برام پیش نمیومد، ولی فقط میدونستم که یه همچین قضیه هست همراهمه، یه خود حواسم بیشتر جمع میکردم. مثلا اگه جای جدید میرفتم یا مهمونی حواسم بود اگه کسی میاد جلو سرمه کنه مثلا پایینم نگاه کنم، چون من باید همه نقطه رو، یعنی مثلا اگه به صورت کسی نگاه میکنم شاید از سینه به پایینش رو نمیبینم، باید حتما چشم رو بیارم پایین تا مثلا دست رو ببینم که بتونم باش دست بدم. حالا این بیماری تو آدم مختلف سرعت پیشرفتش مختلفه، ممکنه یه نفر در عرض 2 سال متاسفانه کاملا بیناییش رو دست بده، مال بعضی ها خیلی آروم آروم میره جلو، مثلا شاید 20 سال طول بکشه 30 سال طول بکشه. مال بعضی هم شنیدم یه سیستمی هستش که بعد از سن 40 سالگی اصلا متوقف میشه، یعنی به اون حد آخرش نمیرسه که نابینا بشه طرف. حالا مال من قشنگ حسش میکردم یه سالایی مثلا توی مدت توی این 15-16 سال که من میدونم که اینو دارم احتمالا قبلم بوده من خبر نداشتم، یه سالایی پیشرفتش بیشتر بوده سرعتش، یه سالایی خیلی با سرعتی کمتر رفته. یعنی میفهمم، یعنی هر سالی که بر چکاپ میرم دکترم از این پرسی فهم میکنی چطور بوده، میگم که فهم میکنم خیلی فرق نداشته، چک میکنم میبینم درسته. بعد یه سالایی رفتم دکتر پرسیده چطوره، میگم که فهم میکنم یه جهش زیادی داشتم، بعد که چک میکنن عکس ها رو میبینن و میبینن که درست میگه، آدم میفهمه خودش. وقتی مثلا به طور مثال میخوام یه چیزی رو پیدا کنم، حالا یه چیز جالبی دیگه وسط حرف میاد، من اگه یه چیزی از دستم بیفته اگه بهش نزدیک باشم خیلی سخته پیدا کردنش برام، چون باید به صورت
نقطه به نقطه نگاه کنم ببینم اون چه اسکوری میتونم برم عقب، چون به هر حال هنوز دید یه زاویه‌ای داره، هر چی عقب تر بریم اون زاویه بیشتر میشه. وقتی عقب میرم میبینم که اوکی یه زاویه میبینمش، توی دیدم زاویه دیدم بیشتر میشه. ارسلان جا این نکته‌ای که میگین مثلا بعضی سالا پیشرفتش بیشتر بوده یا کمتر یا یکسان، آیا تو اون یک سال شما خودتون حس میکردین که عوامل چیا بوده که دخیل بوده؟ آیا مثلا رژیم غذایی، استرس، هرس خوردن، هر چیزی که حالا به ذهن خودتون میاد، آیا چیزایی بوده که دخیل باشه یا نه الزامن؟ نه من هیچ چیزی نفهمیدم. پس چیزی که میدونم حالا براش ضرر داره، چون در صورت الان مثلا من نور داره به چشم میتابه میخوره به شبکی هم میرسه، میدونم نور آفتاب مستقیم خیلی ضرر داره بر من، چیزی که دکتر میگه، چون من الان ممکنه آفتاب به چشم از یه زاویه داره مستقیم میتابه ولی اون تو زاویه‌ای که من نمیبینم باعث میشه که صدمه ببینه چشمم. ولی نه نمیدونم چیز خاصی که بدونم و هیچ کس هم فهم میکنم هنوز علمی نمیتونن بگم که هم چیزی هست، ولی میدونم به طور مثال نور زیاد برای چشم اصلا خوب نیست، حتما باید عینک آفتابی داشته باشیم. میگن دوز بالای ویتامین A و اومیگا 3 موثره برای اینکه سرعتش رو کم کنه، بازم اونم باید تحت نظر دکتر باشه. ولی میگفتیم خوردن زیاد این ویتامین ها میتونه رسوب به وجود بیاره، یعنی باید اونم واقعا به همین میگم بله و تحت کنترل باشه. مثلا دکتر اول من میگفت که حتما استفاده کن دوز بالای مثلا ویتامین ای، نمیدونم مثال میزنم 1000 و هر روز یه دونه بخوری. بعد از 2 سال یه دکتر جدید رفتم میگفتش این کارو نکن چون به مشکلای دیگه ای میخوری، در رسوب میذاره، در آره در طولانی مدت، نمیخوام بگم در کبد رسوب میذاره. بعد مقیاس اندازه گیری پیشرفتش چجوریه؟ مثلا چشمو میگن انقدر ضعیفه، این رو درصدی میگن یا متریک داره؟ از یه نه از یه در حالا یه دونه فکر میکنم یه داستانی داریم اینجا که میگن لیگالی بلایند، یعنی نظر قانونی شما کور به حساب میایید وقتی بالای 70% بیناییتون از دست بدین. حالا ممکنه در اثر ضعیف شدن چشم باشه که بیماری هایی که فرزاد داشت میگفت، حالا دوربینی، استیگماتیسم یا نزدیک بینی، وقتی خیلی ضعیف باشه اون اتفاق میفته شما دیدتون از دست میدین. من فکر میکنم منم تو این RP به خاطر اینکه داره از دیدم از زاویه‌هایی که میبینم کم میشه به زیر 70 برسه فکر میکنم لیگالی بلایند حساب میشه. فکر کنم همون زاویه دید بود دیگه، چون گفتن تست اولی هم که رفتن انجام دادن گفتن که یه نقطه هایی بوده که فلش میزده و نشون میداده که حالا زاویه دید چقدر احتمالاً نسبت به زاویه دید بتونن بسنجنی همچین چیزیو، که مثلا زاویه دید از 180 درجه مثلا شده 175 یا مثلا اومده روی 160 و پایین تر و حتی فکر میکنم برسه به مثلا اگه 180 حساب کنیم میتونه روی 560 باشه حتی الان. ولی اول خب فقط تو عکس اولی که اون سال اول من گرفتم از چشم حتی یه جاهای چش کاملا، یعنی فقط یه حاله ای بود، مثلا اگه دایره ای حساب کنین به صورتی که بالاش فقط شده تیره بود، از سال بعد این شد دایره، حاله اون سیاه کامل شد، بعد یواش یواش شروع شد این به مرکز نزدیک شد. مثال رو میخواید بزنید؟ کدومش؟ مثال زیاد دارم براتون. اونی که به ما گفتید که به دوستاتون توضیح میدید یه مشت دستتون. من همین که گفتم تو مهمونی ها الان اوایل یه خورده خب فکر میکردم خب خیلی برای بقیه احتیاج نیست توضیح بدم که این بیماری رو دارم، ولی الان یاد گرفتم که هر جایی که میرم با آدم های جدید مخصوصا چون خب دوروبری ها که من میشناسم میدونم آشنا میشم براشون توضیح میدم که احیانا
اگر چیزی از من دیدین با این خصوصیات، نذارین به این حساب که آدم بی تفاوتی ام یا گیجم یا توی عالم دیگه سیر میکنم. دلیلش اینه که نمیبینم خاطر آره مشکل دارم، چون میان دست بدن، میان یه چیزی تعارف کنن، من نمیبینم. مثلا خیلی سر کار مثلا حتی به همکارام میگم حواستون باشه اگر از بغل من دارین رد میشین، از یه زاویه هستین، من ندیدمتون، یعنی چش تو چش نشدین، ممکنه بهتون بخورم. نذارین به حساب این که بی تربیتی و دارم بهتون تنه میزنم و اینا. قضیه اینه که نمیبینم. ولی خب وقتی کنار میای باش، اولش فکر میکردم خب بهتره کسی ندونه، ولی دیدم نداره، اینجوری زندگی خودم دارم سخت میکنم. شروع کردم روی این که بر همه توضیح بدم و دیدم که خیلی هم خوب داره کار میکنه، خدا شکر. و از اون طرف همه هم آدم های دوروبرم بسیار دارن کمک هم میکنم و فکر میکنم بهترین قسمتش اینه که دوستای خوب و نزدیک خیلی کمک میکنن. و من همسرم شیما، یعنی واقعا قسمت مهم این قضیه اینه که داره زندگی منو برام آسون کرده، میدونه چجوری با این قضیه کنار بیاد، منو چجوری یعنی کمک کنه بیرون رفتنمون، حالا رانندگی ها شده. اوایل غروره اجازه نمیده دیگه، فکر میکنی خب میتونی رانندگی کنی، شبم اوکی میریم بیرون و میایین، بعد میبینی نه دیگه خود اون خطرش داره بیشتر میشه، یعنی داره یه ریسک خیلی زیادی میکنی. ولی وقتی یاد بگیری باش کنار بیای خیلی خیلی بهتر میشه، مثلا یه دور و بریا بدونم. اینجوری که من کارهای تقریبا روزمره انجام میدم، سر کار میرم، هنوز رانندگی میکنم، ولی خب سعی میکنم ماشینی بگیرم که و سمارت باشه، آپشن هایی داشته باشه که سنسور داشته باشه بغلش، یا اگه من چیزی رو جلوم ندیدم ماشین تشخیص بده ترمز کنه. این چند سال اخیر عوض کردم ماشین هایی، هرچی اومده تو بازار رفتم چک کردم ببینم که چی هست که با سیستم من جور در میاد. جیم هم میگم این صحبتی که دفعه پیشم کردیم، گفتین که هم ایلان ماسک داره روی یه دونه چیپی کار میکنه که حالا بعضیا رو امیدوار کرده نسبت به این موضوع که شاید بتونن حالا بیناییشون رو دوباره پس بگیرن، و اینکه هم ماشینا هم که تقریبا الان دیگه خودرو شدن دیگه، خودران شدن دیدم خودشو به ماشین میگن خودرو، خودروهای خودران الان داریم و اینا، خب خیلی فکر کنم تو بعضی مواقع بتونه کمک بکنه. دقیقا من خیلی منتظرم که اجازه بدن که شروع کنه، چون ماشیناشون همه رو، این تسلا ها این قابلیت رو دارن، ولی هنوز اون به اون حد نرسیده مثل این که بتونن مجوزا رو بگیرن از کشورهای مختلف، یا مثلا آمریکایی که داره اولیش میشه، که اجازه بدن اون سیستم رو اکتیف کنن. الان در حدیه که فقط توی فریوی میتونی بذاری خودش رانندگی کنه، ولی میدونم که حالا به قول اینجا از رمپ از گاراژ خونت میتونی آدرس بدی بهش و در مقصد پیاده شی. حالا با مرحله برسه که خیلی برای من فرق میکنه، ولی حالا فعلا در حدی که این ماشین الان اکثر ماشین ها این سنسور ها رو دیگه دارن، ولی خب بعد یه خود انتخاب کنی اون مدل بالاترش که چیزا رو بهت میده. اون مثال مچ دست رو هم میشه بگید که همه بفهمیم چه شرایطیه؟ گفتید که اینجوری نگاه کنید و تی آره اون قسمت این که بهش دلیل این که بهش میگن دید لوله تفنگی، من توضیح که میدم بر دوستام میگم که اگه دستتون رو به صورت مشت کنی، حالا یا این که حیلول خودکار داریم توی انتول لول خودکار نگاه کنی، ولی دست به صورت مشت بکنی و از یه طرفش بیرون رو نگاه کنی، اون دیدیه که ماها داریم، کسی که آرپی دارن، حالا بستگی به مقدارش، این میتونی اون سوراخی که تو دست هست رو بازتر کنی یا اینکه تنگترش کنی و نشون میده، یعنی که حالا نمیدونم شما امتحان کردی؟ بله من امتحان کردم. وقتی که میبینی دوروبرش رو نمیبینی، فقط اون روبرو رو که داری از اون سوراخ داری نگاه میکنی میبینی،
بر همین بهش میگن تونل ویژن. و حالا باز یه چیز دیگه که همیشه وقتی من میگم تونل ویژن یادم میدازه، وقتی که تو ایران رانندگی میکردیم تو راه شمال با عینک آفتابی داری میری، یهو وارد تونل میشی، همه چی تاریک میشه برات. من جای روشن تو جای تاریک میرم اون اتفاق میفته، ولی حالا یه تایمی طول میکشه تا چشم عجاز کنه و مردمک یه خود باز شه، نور بیشتری برسونه، ولی خب باز به اون حد آدم های عادی نمیرسه. ولی خب تو تاریکی مدت زیادی که قرار بگیری یه خود باز دیده بهتر میشه. ولی تو اون تونل که میرفتیم یه همچی تاریک میشد، وقتی حالا عینکتون رو برمیداشتین یه خود بهتر میشد، چراغ ماشین روشن میکردین نور بهتر میشد. هم میگم یه همچین تعریف هایی میشه براش گذاش که قابل بهتر بفهمن. درسته. بعد من سوالی که دارم، حالا تفاوت زندگیتون توی ایران و الان که رفتید آمریکا چقدر بوده توی زمینه حالا امکاناتی که، نه امکانات پزشکی منظورم نیست، امکاناتی خود طراحی شهرها دارن، چه کمکی مثلا میتونه یه در واقع طراحی که در نظر گرفته باشه این مدل اختلالات رو در مقایسه با شهرهای ایران که احتمالاً این مد نظرشون نبوده؟ خیلی فرق داره متاسفانه و خوشبختانه. متاسفانه برای که حالا ایران یا کشورهای اون حالا نمیدونم، ایران رو من دیدم نداره این قضیه ها رو، ولی حالا من خیلی خوشبخت بودم، خوششانس بودم که اومدم این بر میتونم همچنان زندگیمو خودم برم ببرم جلو. حالا از چه رانندگیش، من مطمئنم اگه ایران بودم رانندگی نمیتونستم بکنم دیگه. شما از این نظرتون که پیاده روی، مثلا تو ایران تو پیاده رو شما راه میرین یا یه جای سوراخ میرسین به یه دونه گاراژ یا خونه ارتفاع صد پیدا میکنه، یا یه متر میره پایین اخیابون میخواین رد چین، موتور از روبرو داره میاد، از روبرو میاد، از روتون رد میشه. ولی اینجا من میرم میدونم، من میدونم که این خیابون الان این پیاده رو صافه. خدمتتون میگم که اگه تیر چراغ برقی هست، نمیدونم چراغ تو خیابونه، اینا همه توی یه راستن، هیچ کدوم جاشون فرق نداره، چیز عجیبی جلوتون نمیره. اگه چیزی باشه از چند متر قبلش ساین میذارن، علامت دارین. که مثلا نمونه دیگرش براتون بگم، چراغ عابر پیاده، اینجا چراغ عابر پیاده رو میزنی، حالا شهری که منم هستم تو اورنج کانتی هستم خیلی شهر خلوتیه، ولی مطمئنم جایی دیگه هم همینه، وقتی دویمه چراغ عابر پیاده رو میزنی صدایی میده، صدا میده، حرف میزنه، یا بیپ میکنه، یا اینکه اسم خیابون رو میگه. یعنی این منطقه ما اینجوری، وقتی دکمه رو من میزنم اسم خیابون رو میگه، و دلیلش اینه. بعد روی این دکمه ها همه جا اون خط بریل که برای نابینایان هست، مثلا تمام آسانسور ها شما ببینین روشون نقطه ها رو میبینین، اگه تاچ کنین وارد آسانسور میشین هر طبقه اون چیزش هست، روی هر دکمه طبقه اون خط بریل هست. تمام ساینایی که هست، مثلا وارد هر طبقه میشین شماره هر آپارتمان، هتل، بیمارستان، اینا همه روی با یه استاندارد کامل، اون غیر از این که مثلا نوشته مثلا شماره 302 زیرش همونو، یا اینکه اگه نوشته مثلا محوطه ورزش استق، اینا همه با خط بریل روش نوشته شد. حالا من خوشبختانه اون حد نرسیدم که برم حالا اونا رو بخونم یا بخوام تاچ کنم، ولی فکر می‌کنم کسی مشکلی این کامل نابینایی داشته باشه خیلی فرق می‌کنه براش. یا شما بفهم ببخشید، تو خیابون داری راه میری، اگه یه از یه تقاطعی می‌خواین رد شین، پیاده رو داره تمام میشه، قبل از اینکه به اونجا برسین روی زمین یه پلاستیک همه جا هست که به صورت نقطه‌های برجسته داره روش، عشان حس میکنین زیر پاتون فرق کرده، میدونین الان بلافاصله بعد از این وارد خیابون میشین ممکنه ماشین رد شه. من یه تجربه‌ای که داشتم قبلا هم تو خودکست همش صحبت کردم، یه مدت چند هفته‌ای ما با پدرم رفته بودیم شیراز، و خب اون توی اوج اون زمانی بود که من خیلی میدویدم، با پدر منم خیلی میدوئن. خلاصه صبح تصمیم گرفتیم بریم یه جا، یه جا اسمش چمران که
قشنگ پیست دو داره، یعنی بغل آسفالت کردن و مثلا خطکشی داره 1 کیلومتر 2 کیلومتر همینطوری خطکشی شده و اینا. بماند که چقدر اونجا چال و چوله داره، یعنی آدمی که حالا بینایی 100% هم داره، من میدیدم میخوردن زمین به خاطر که واقعا نمیدیدن یا اختلاف سطح پیدا میشد و اینا. یه جا وسطش یهو مثلا وسط این پیست یه خونه بود، یعنی یه خونه بود که اضافه اکستند کرده بود و دیوار بود و شما برای اینکه میخواستین برین ادامه پیست و میرفتین از توی اتوبان یه تیکر رو میرفتید و بعد دوباره میفتدین تو اون پیسته. و خب مثلا من اونجا داشتم فکر میکردم که خب من همینجا الان مشکل دارم، 3 تا ماشین نزدیک به من بزنه، اگر کسی حالا هر گونه اختلال دیگه داشته باشه، اگر که حالا روی ویلچر باشه یا اگر نابینا باشه یا اگر ناشنوا باشه، یه ذره شاید بتونه یه ذره سخت بشه براش از این امکاناتی که اصلا استفاده بکنم به خاطر که این استانداردها رعایت نشده. اینو من خودم شخصه مثلا با این که این مثلا اختلال وجود نداشت برامون سخت بود استفاده کردن از اون امکاناتی که تعبیه شده بود. یه چیزی که اینجا خیلی مهمه این سگای تربیت شدن، سرویس داگ بهش میگن، یعنی کاملا کمکت میکنه تو خیابون بری چیزاتو پیدا کنی. اینو میتونی به راحتی اینجا بری یا سگتو بری ترین کنن برای تربیت کنن به اون صورت، یا اینکه اون بری بخریشون، یا حتی فکر میکنن بیمه ها هم اینجا این کمک رو میکنن، هزینه شو میدن که بتونی با اون سرویس داگ، با اون فارسیشو نمیدونم همینو بگم، سگ راهنما مثلا. سگ راهنما. حالا میتونه تمام حیوانات مختلف هم میتونن تربیت کنن، ولی معمولا سگن. شما میتونی همه جا، یعنی توی هر رستورانی باش میتونی بری، حتی رستورانایی که حیوانا اجازه ندارن برن، وقتی اینا یه جلیقه‌ای تنشون روش نوشته سرویس داره، شما میتونین برید تو سینما، تو هواپیما، تو پروازتون میتونه سگتون بغلتون بشینه. یعنی هیچ کس نمیدونه جلوتونو بگیره. بله بله. فکر کنین همین آپشن مثلا تو ایران با اون سگ، چون ما اول بریم ایران فکر میکنم میگیرم خودتون سگ و همه رو میبرم. بله، چون غیر قانونیه با سگ برید تو خیابون. بله. آره این فرقا رو داره. اینجا ما زیاد دیدیم سرویس داگا، یعنی توی کانادا هم زیاد هستن، یه جلیقه‌های آبی میپوشن و خیلی هم اولا خیلی آرومن، یعنی چطور جان؟ قرمز اینجا. والله هر محله فکر کنم جلیقه‌ها. آره. و حالا من دیده بودم اینم اولین بار برای ما هم جالب بود، یه توی رستوران ما اولین باری که ما با این پدیده روبرو شدیم تو کانادا نشسته بودیم و توی رستوران اومد این قضیه و خب من و خانواده این تو بودیم که نگاه کن سگشو برداشته آورده توی رستوران، و بعد متوجه شدیم که خب حالا این یه سگ تربیت شده است و برای چی داره استفاده میشه و کاربردش چیه. خلاصه ما همیشه خودمون دیس میکنیم، من گفتم ما خودمون اینجا عقب نرفتیم یه دیس داشته باشیم از خودمون. منم یه بار یه کار اشتباهی انجام دادم. شما به هیچ عنوان نباید به این سگهای راهنما مثل حیوانات خونگی دیگه رفتار کنین و نازشون کنین. بعد من یه بار این کار کردم و گفتن که صاحب اون سگ راهنما به من گفتن که حالا من فکر کنم تو نمیدونی ولی باید قبلش به من بگی. من گفتم وای ببخشی ولی اصلا نباید نازشون کنی. آره فکر کنم فرهاد باشه که استخوان ها رو میده به سگه. آره فرهاد قضا میده به اون سگه یکی. فرهاد فکر کنم تو یه سوالی داشتی، من پریدم وسط حرف رو، ببخشید. بگو اگه سوالی یادت میاد هنوز که. آره یادم میاد ولی فکر کنم زیاد مربوط به بحث نباشه. بحث ماشین شد. خب من خیلی علاقه به ماشین و این تکنولوژی های مربوط به ماشین دارم، می‌خواستم ببینم تجربه شما با ماشینایی که حالا توی آمریکا داشتین با ذکر نام و مدل ماشین چجوری بوده، کدوم ماشینا و اون تکنولوژی و اگر برای فروش چیزی دارید لطفا بگید اینجا. بعد دو محصول ایران خود رو هم مقایسهش کنید کدوم بهتر. ببینید من یه هوندا قبلش پیدا کردم که روی آینه های آینه بغل سمت راستش یه کامرا، یه دوربین داشت که وقتی که شما هر موقع میتونستین روشنش کنی، یا وقتی که راهنما میذاری میخوای بپیچی روی اون اسکرین وسط اون سمت رو نشون میداد تمام نقطه کور رو. بعد از اون من بعد از هوندای تویوتا پریوس پرایم گرفتم بله. که پلاگین برقیه،
حالا مدل بالاش میشه ادوانسش اگه دقیقاً میخواین بدونین، که همه این آپشن ها رو داره. مثلا من کیلومتر ماشینم رو شیشه میندازه، احتیاج نیستش که دیدم رو جاده بردارم، نویگیشنم رو شیشه میندازه، آینه هم سنسور داره، دند عقب میخوام برم از تو پارک بیرون. اینجا دیدین دیگه ماشینا حالا کمتر مثل ایران کنار هم تو خیابون پارک میکنن، یه جوری حالت موازی کنار هم میدونی بغل به بغل میذارن. از تو پارک میخوای بیای بیرون، شما ممکنه یکی از پشت رد شه، یه سنسوری داره که اگه داری میای عقب حالا یا ترمز میکنه برات که اول بوق میزنه، این نکه وای نسی خودش ما میز وای نسی مش میزنه سوت و بوق و اینا. یه جلو هم همینطور، مثلا اگه من حواسم نباشه یا ماشین جلوی ترمز کنه، یه دفعه من حواسم جای دیگه باشه، ماشین این کارو میکنه. بسیار راحت شدی فرا. آره نه میخواستم در جمع باشم. ولی خیلی جالبه این نکات رو گفتی، تفاوتی که حالا زندگی تو ایران برای اشخاص حالا نابینا کم بینا داره با حالا کشورهای یه مقدار پیشرفته، چقدر میتونه این چیزای ساده ای هم مثلا شما دکمه آسانسور که تولید میکنی یه چند تا خط بریل هم روش بذاری خیلی فرقی احتمالا برای تولید کننده نداره، ولی اینکه از قبل فکر همه این مسائل بشه یا همون مثال جدولی که گفتید خیلی میتونه کمک کنه. امیدوارم حالا خیلی رویاییه ولی مسئولای یه ذره از شعار دادن خارج شن، یه مقدار طراحی شهرها مدرن تر بشه، در نظر بگیرن چه جوری میتونن حالا زندگی افرادی که شرایط حالا استثنایی بگیم دارن رو حمایت کنن، حداقل کیفیت بهتری داشته باشه تا اینکه یا طرد بشن از جامعه یا خیلی بخوان با دشواری زندگی کنن. امیدوارم. نمیدونم میتونین اینجا هر رستورانی که شما برین میتونین ازشون بخواین که منیوی خط بریل براتون بیارن. آره. یعنی جزء قانونش اگه نگیرن میتونین رستوران سو کنین، میتونین شکایت کنین ازشون، جریمهشون کنین. فردا من و فرهاد میافتیم به رستوران و اونایی که ندارن و دونه دونه میافتیم به سو کردن. من یه سوال شخصی میتونم بپرسم؟ میتونین اگه دوست دارین جواب ندید. آیا توی خانواده شما قبل از شما هم کسی بود که این بیماری رو داشته باشه یا شما مثلا نفر اول بودید؟ چون میگین ژنتیک تعقیب میشه. ژنتیک نه، من خاله مامانم درست این بیماری رو داشته و خاله خودم، ولی حالا مدلای بیماری یعنی اون مال من میگم از اطراف داره میاد وسط، مال خالم از سنتر رفته باز شده درست، و خواهر منم این مشکل رو حالا هیچ کدوم خواهر من نمیدونست این بیماری رو داره با. ولی چون ضعیفتره از مال من، یه دلیلش هم همونی که گفتم مال خانوما کمتره، مال آقایون بیشتر. وقتی باش حرف زدم و فهمیدم که اون تستایی که الان با هم گفتیم مثلا از گردم پایینه، خلاصه متوجه شدم که خواهر منم اینو داره. من حالا در ادامه چیزی که ایمان گفت، خیلی از حمایتی که خب تکنولوژی توی قسمت فیزیکی ماجرا داشته گفتی، من می‌خواستم ببینم که برای قسمت خب همین یاد گرفتن خط بریل، آمادگی‌هایی که حالا یه آدمی که تازه متوجه شده این اختلال داره، مؤسساتی هستن که این آمادگی‌ها آموزش‌ها رو ارائه بدن؟ بله بله. من دکترم به من پیشنهاد کرده که این خط رو از الان اگه بری یاد بگیری خیلی کمکت میکنه در آینده، چون الان داری میبینی، میتونی فرقش رو ببینی، میتونی بهتر درکش کنی. جایی هستن که کمک میکنن، هم با خانوادت با کس اطرافیان تو کمک میکنن و بهشون یاد میدن که چطوری با تو رفتار کنن، پیشنهاد میدن که چطوری چیدمان خونه رو درست کنی، چه خیلی چیزا یاد میدن. میتونیم برین این جاها رو ببینید. بله من فکر میکنم حالت رایگان هم باشه، یعنی انجمنایی هستن که به صورت چریتی این کار انجام میدن. ولی حالا از یه طرف هم تکنولوژی، مثلا گوشی های تلفن الان آپشن دارن که براتون هر جایی که دست بزنین میخونه که الان رو چه خطی هستی، یعنی که میتونید جایی که تایپ کنی برات بگی برات بنویسن. حالا این باعث شده که من یه خورده به اون چیزا فکر نکنم. من یه خورده امیدوارم با علم و تکنولوژی که
زودتر به یه درمانی برسن من بتونم استفاده کنم. برای همین خودم نمیخوام درگیر این قضیه ها بکنم. یه نوری تای امیدی تای ذهن من هستش که پیدا میشه. حتما. چون امیدوارم. چند تا جایی هم که رفتم، حالا گفتم رو این استادیا، رو این ریسرچ ها رفتم، اطلاعات منو نگه داشتن، به من امید دادن که حالا به زودی این اتفاق میفته و دارن روش کار میکنن. من سوال داشتم، حالا مثلا از امید گفتی، میخواستم ببینم اون اوائل حالا تو ایرانم بودی وقتی که توی پروسه دکتر رفتن و اینی که این بیماری دایگنوز بشه و اینا، اون موقعی که فهمیدی و دیگه متوجه شدی، حالا بعد دکتر توضیح داد و خودت هم تحقیق کردی و فهمیدی این بیماری رو داری، چی تو سرت میگذشت اون موقع؟ حس و حالت چجوری بود؟ خیلی اذیتم نکرد رو راست بگم. شاید مثلا اون روزی که از دکتر اومدم، حالا نمیدونم، شاید هنوز خیلی درگش نکرده بودم یا چون داشتم زندگی عادی رو میکردم خیلی اذیتم نکرد، و چون خیلی داره آروم کن جلو میره این قضیه، و حالا طبق چیزایی که دارم میخونم میبینم فکر میکنم که قراره که این اتفاق، یعنی اون موقع دکتر من گفت که حداقل تا 10 سال دیگه مطمئن باشین قضیه حل میشه، چون خیلی ها دارن روش کار میکنن همه جای دنیا. ولی حالا 10 سال خیلی بیشتر شده، ولی باز من امیدم از دست ندادم. از نظر فکری اذیتم نمیکنه. حالا یه جوری حالا به خودم قبولوندم، یا آدمای خوب دور و برم، اینا کمکایی که دارن بهم میکنن، یه خود همون امیده رو بیشتر کرده و اینکه نذاشته من تو اون حالت دیپریشن یا اون حالای بعدی که وقتی آدم بیماری رو میفهمه داره بیفته. حالا این جالبه، اینو گفتی، تحقیق کردن روی این قضیه، میگن آدما تو طول زندگیشون اگه اتفاقی براشون بیفته که اون مالا هر با هر شدتی که باشه، شما فرض کنید مثلا تصادف بکنید، اصلا یه معلولیتی پیش بیاد، میگن توی اون اوایلش ممکنه یه مقدار خیلی روحیه اون آدم ضعیف بشه، ولی تو بلند مدت میگن حالا روحیه و خلق و خوی اون آدم برمیگرده به همون حالت دیفالت اون آدم. شما هم حالا زمان زیادی از این قضیه گذشته، با این قضیه کنار اومدید، احتمالاً الان دیگه در واقع چیزی اذیتتون نمی‌کنه، اخبار خوبم که امیدوارم همچنان بیشتر بیاد، تکنولوژی پیشرفت کنه دیگه، ایلان ماسک همه کار داره میکنه دیگه، این آره دستش درد نکنه. این یه قضیه هم که دیگه ثروتمندترین مرد جهان شده. آره گفتم جالب این قسمت میتونیم اونو بگیم که هم که فرهاد گفت. چی من نشینم چی گفتی؟ ثروتمندترین مرد جهان شد از آقای جف زد. جدی؟ بله. دیروز اعلام کردن اگه اشتباه نکنم. بله. من دیگه اجازه بدید اخبار دیروز و حالا دیگه اینقدر رو ندارم. دیروز هم بود، فکر کنم پریروز بود. پریروز بود. آره پریروز. تکس به من داد و گفتی آقا حسابا رو ببندیم. حتی یه سری راه حل در اومده که چجوری جف دوباره میتونه. بگو کار جان. پیشنهاد داده بودن توی ردیت که جف بیاد تغییر جنسیت بده، بعد بلافاصله ایشون میشن پولدارترین زن دنیا. بعد یکی گفته بود میتونه همون موقع با ایلان ماسک ازدواج کنه، بعد از ایلان ماسک جدا بشه، جدا که بشه نصف ثروت ایلان ماسک رو میگیره، اون موقع دوباره میشه، بعد میتونه دوباره جنسیتش عوض کنه و پول داره تنی. حالا بیان تو قسمت فراده هفته بعدن در مورد این صحبت میکنیم. آره. من یه سوال دیگه که حالا ما دیشب یه خیلی کوتاه با هم دیگه صحبت کردیم، یه چند تا چیز گفتی که برای من جالب بود. گفتی که من دارم روش زندگیمو یه جوری عوض میکنم که به حالا به شرایطی که الان دارم بخوره و بتونم حالا راحت‌تر زندگی بکنم. یه سری از اون چیزا رو میگی، چون من خودم از دو سه تاش خوشم اومد، میخوام سعی کنم تو زندگیم استفاده کنم، شاید به درد منم خورد، شاید حالا به درد بقیه هم بخوره. آره حتما. یکی از چیزایی که هست، من خیلی باید همه چیزم مرتب باشه. حالا خیلی ها میگن چون نمیدونم فکر میکنن OCD دارم، ولی اگه اینطوری نباشه نمیتونم، مثلا اگه کلیدم هست صبح میخوام از خونه برم بیرون، اگه جایی که همیشه هست نباشه، یا اینکه ریموت تلویزیون اگه رو میز یه دونه جای کوچولو داریم ریموت ها اونجوه، اگه روی مبل باشه تا بیام پیداش کنم طول میکشه، یا
حالا مثلا من اگه جیم میرم ورزش میکنم، نمیتونم جیمم رو عوض کنم، همون جایی که میرم همیشه سعی میکنم همون رو برم، چون راهاشو یاد میگیرم، میدونم الان اینجا جلو میله است، اینجا هالتره، تو در و دیوار نرم. این چیزا هست. یا آدمایی که اونجا با من ورزش میکنن هم مهمه. مثلا شما یه جای جدید میری، اگر ندونن که من چه مشکلی دارم، روز دوم فکر کنم میندازنم بیرون، میگن چهار دفعه به این طرف سلام کردیم، یا اینکه اومدیم ازش یه چیزی بخوایم، ما رو ایگنور کردن، اینکه تحویل نگیره. و حالا اتفاقای زیاد میفته. به یه مثال برات زدم، ما یه دفعه رفته بودیم یه شب با دوستامون بار، خب تاریکه، همیشه لانج و بار و اینا تاریکه. یه دو سه دفعه من رفتم توی جایی که نباید میرفتم، یه جایی با بند درست میکنن، حالا مال وی آی پیه، یا من رفتم خوردم مثلا به یکی از اینا. دفعه سوم اومد اون سکیوریتی پیز گفت به دوستای من، گفت این دوستتون حالش بده، ببرینش بیرون. خلاصه بعدا توضیح دادیم برای چیه. یا مثلا شده میخوام برم توی یه دونه کلابی، جایی دم در چک میکنن میگردن، همیشه توی جایی من اون فلش لایت هست، چراغ قوه، براشون خیلی عجیبه. اول با ترس و لرز در میارن نگاه میکنم این چیه داره میاد، بعد براشون توضیح میدم، مشکل حل میشه. آره من حالا مثلا سعی میکنم حرکت کاری روزمره رو نگه دارم. من عاشق اسنوبوردینگم، هنوزم میرم. و اینکه یاد گرفتم پشت یه نفر، مثلا باز معمولا شیما جلو اسکی میکنه، من پشتش میرم، یا یکی دیگه دوستان، یا خدمت شما میگم که حتی با کامپیوتر کار کردن، اون کرسر، اون فلش کوچولویی که با ماوستون تکون میدین، اون پیدا کردنش رو صفحه برام سخته. حالا یاد گرفتم که همیشه اول میبرمش گوشه راست بالا، بعد از اونجا با چشم دنبالش میکنم هر جا میخوام ببرم، یا یه خورده سایزش رو بزرگ میکنم حالا رو کامپیوتر خودم. یه کارایی که آدم میتونه یه خورده خلاقیت داشته باشه درست کنه. مک استفاده میکنین شما؟ من مک استفاده. این ماوس سری تکون بهش بدین گنده میشه، دیدین؟ درست. حالا ما لایف هک هم بهتون اینجا. آره این شما تو یوتیوب یه سری لایف هک هم بزنیم برای من یه پیشنهادی هم دارم. اوه اصلا جزء تغییراتی که فکر کنم باید بدین، به خاطر صدا و بیان خوبی که یه پادکست هم باید به نظرم بزنیم. آره یه تومنینه خاصی تو صداشه. این من تومنینه کنم مال اینه که فکر میکنم الان یه دفعه اول یه توپاق میزنم، یه خرابی میکنم، دارم سعی میکنم آروم بگم براتون که این بهترینه. تا الان که توبخ نزدین. من حالا سوال دوم این بود، شما شاید یه ذره استرس داشتین، میخواستم ببینم استرس برطرف شد، آیا خوب بود به نظر خودتون حالا اپیزودی که تا حالا رفتیم؟ نه تا حالا خوب بوده. اگه میگی نزدم پس خوب بوده. نه من داشت نگران بودم. حالا بعدا میخواستم بشینم اپیزودتون رو گوش بدم ببینم کجا شیراد داشت، که اون موقع هم دیگه یه خورده دیره. ولی از من که بدتر نیست، من گفتم پیار حتی حالی دو تا یه وظیفه داشت ایمان تو این قسمت که یه کلمه دو حرفی رو درست یادش نداشت دیگه. اینو بیا نه به خاطر اینکه پی آر کارت تو کانادا خوب هست، پابلیک ریلیشن خیلی پی آر چیز داره، خیلی تداعی. آره استفاده های مختلف داشته. خلاصه من معذرت میخوام به خاطر تو واقعی آر پی هست. حالا منم اطلاعاتم در حد خودمه، میخوام بگم که حالا اگر کسی دیگه ای که از شنونده هاتون اگر چیز دیگه ای دارن بیشتر از من حتما میدونم دیگه، تا اینجا ببخشن دیگه، من چیزایی که خودم دیدم و تجربه کردم این دفعه گفتم. نه ما عالیه، ما که متخصص آره ما که متخصص قضیه نیستیم، قطعا متخصصان علم قضیه رو بهتر میدونن، بهتر میتونن توضیح بدن. ما میخواستیم از نگاه شما به عنوان کسی که سالهای زیادیه با این مریض اختلال در واقع دست و پنجه نرم می‌کنید، می‌خواستیم تجربیاتتون رو بشنویم، زندگیتون چه فرقی کرده نسبت به قبل، زندگی ایران با خارج از کشور چه فرقی داره، که به بهترین شکل فکر کنم این صحبت‌ها شد و همه لذت بردیم. شما آدیو بوک هم میتونید تولید کنید با همین بس. صدا و سمانیش و واقعا من که همون اول گفتم با شما صحبت می‌کردم یه خود اعتماد به نفسی خودم که صدای ضبط شده ما اون دفعه هم به شما
مرسی. ولی صدای ثبت شده خودم وقتی گوش میدم نگرانم. نه نه همه همین بقیه چیز زجر میکشن. من همه همینن. من خودی داخلی میگیرم صدا خودم گوش میدم. اینه که این خیلی نگران اون نباشید. اصلا شما توی فضای مجازی هم حضور داری نداری؟ حالا چه پروفایل شخصی چه عمومی که همه بتونن ببینن؟ حالا شخصی شاید باشه. نه اگر عمومی چیزی دارید و میخواین الان ازش نام ببرید. برای این میگم که چون شما میتونید حالا از تجربیاتتون یا حالا هر چیزی که داری تو طول زندگی و این تجربه کسب میکنید و با بقیه به اشتراک بذاریم، بقیه بتونن ازش استفاده بکنن. حالا من روی اینستاگرام چیز خاصی راجع به بیماری و اینا ندارم، ولی کسی ازم سوالی داره آره حتما من میتونم. حالا نمیدونم چطوری میتونم بگم، شما بذارین آدرسمو. اگر که اگه سوال اومد من میتونیم به شما بفرستیم، میتونیم ما برای شما بفرستیم یا بفرستین. حالا من میتونم کانکت کنم با اون طرف اگه میتونم کمکی بکنم، اگر چیز خاصیه که میخوان بدونن آره حتما. برها دیدی معذب میکنه، یهو میذاره تو اول انجام شد. شما سوشال مدیا تو بدی یکی سال بابا شاید من بیشتر برای منظور نه چون داشتیم همه پیشنهاد کتاب صوتی و اینا میدادیم، گفتم شما یه پیج بزنید. آها گفتی یه پیشنهادی بدید. نه من میگم چرا، چون الان همه یکی یه دونه پیج اینفلوئنسری دارن دیگه، میخواست مطمئن بشه که اگر هست که ما اینجا گفته باشیم، اگر که نه دیگه هیچی. یه خوره تایممون کم بود، وگرنه من میتونستم یه پیجی درست کنم و شما بر من تبلیغ کنین، یه خوره فالوور جمع کنیم. خب الان اگر اینجوری بکنیم پاد بسته تا کار میتونیم. من الان بدمی راه حل شما بدمی الان پیدا میکنیم، بعد تبلیغ میکنیم، بعد شما میای بر علیه ما دراما میکنی، بعد ما جوابتو میدیم، اینجا فالوورها میره بالا. اگر که بلد شده کامه بعد این وسط سایت شرط بندی هم باید بزنی. شرط بندی هم باید بزنی. اسمش هم بچه ها انتخاب کردن مطمئنن از قبل. بین علما اختلافه، ولی خب برای دو سه تا داریم. شما باید افشاگری کنید، همیشه با تایتل افشاگری میاد بیرون. با زرد هم باید بنویسیم و سختش مشکی باشه. بچه کنم دیگه داریم خیلی تنجنت بعدی گرفتیم و داریم ادامه میدیم. کباب آماده شد یا نه؟ من نگران کباب آماده است. بوش داره اینجا آماده. بوش داره میاد، بوش داره میاد. بعد من یه سوال دیگه هم میتونم بپرسنم. حتما. احیانا برنج زعفرانی که تدیگه هم زیرش بسته باشه دارید یا؟ کاش بسته. بله. دارید. تدیگه و نونه. اگه هر ضربه دیگه داری بگو تو آقا ارسلان بزنم. شما آخرین ضربه رو محکمتر بزنی دیگه. هم کنو برو بچه ها ببندم اپیزودو. ارسلان جان اگر که بگم... خواهش بکنم. آره میخواستم بگم شما همیشه راجع فیلم و سریال حرف میزنین. یه سریال هست به اسم In the Dark. In the Dark راجع به زندگی نمیدونم دیدین یه دختریه که نابیناست و دلیل نابینا شدنش هم همین بیماری آرپیه. حالا ولی اون دارکی که کارون دوست داره نیست، کارون جان اشتباه نکنی. نه متوجه. کجا از نتفلیکس داره؟ کجا داره؟ نتفلیکس داره. نتفلیکس داره. بعد حالا نشون میده که اون دختر چطور با اون سگش که راهنماشه همه کار میکنه، دنبال قاتلش دوستش میگرده. جالبه. حتما ببینیم. ببینیم واقعا نمیشه صحبت کنیم. پایه باشه. مرسی. باشه. خواهش می‌کنم. ارسلان جان خیلی ممنون. واقعا ازت ممنونیم که وقت گذاشتی، اومدی با ما صحبت کردید. میگم خیلی خیلی من از شما ممنونم بابت این لطفی که ما کردی. اگر که حرف پایانی چیزی هست بفرمایید، اگر که نه که من این دکمه رو بزنم و بریم برای آهنگ آخر. نه خواهش می‌کنم. مرسی که اجازه دادین که من حالا اون اطلاعاتی که همی داشتم و باهاتون در میون بذارم. بازم میخوام تشکر کنم از دور و بریام که کمکم میکنن و به کسایی که این مشکل رو دارن بگم که اطمینان کنن به دوستاشون و اطرافیاشون. خیلی فرق میکنه زندگی براشون، آسون تر میشه. خیلی ممنون. تشکر از همه. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین ما رو با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یک پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و بعد از تعطیلاتمون برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.
خب خسته نباشید همگی. خسته نباشید. نه شما ازتون